سرخط خبرها، ترس و هراس اوکراین از موشک‌های بالستیک ایران. آماده باش ارتش صهیونیستی در برابر حمله انتقام جویانه ایران. و مجهز شدن اوکراین به پهپادهای جاسوسی در برابر روسیه. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. همزمان با ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر دست داشتن اوکراین در حملات پهپادی شامگاه 8 بهمن به تأسیسات مهمات ایران در اصفهان، نیروی هوایی اوکراین از ترس انتقام ایران هشدار داد که این کشور توان دفاع کردن از خود در برابر موشک‌های بالستیک فاتح و ذوالفقار ایران را ندارد. در شرایطی که کیف در حال لابی برای گرفتن جنگنده‌های غربی است، یورینات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین مدعی است که روسیه در تلاش برای دریافت موشک‌های بالستیک ایرانی است. منابع رسانه‌ای از کیف پایتخت اوکراین خبر دادند که یک مقام ارشد نظامی اوکراین در یک نطق تلویزیونی اعلام کرده که این کشور توانمندی مقابله کردن با موشک‌های بالستیک ایران را ندارد. به گزارش CNN، یوری اینات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین در این نطق مدعی شد که روسیه در تلاش برای دریافت موشک‌های بالستیک ایرانی است. وی گفت روسیه هنوز هم مایل است که پهپادها و موشک‌های فاتح و ذوالفقار از ایران دریافت کند. اینها موشک‌های بالستیک هستند. ما ابزارهای مورد نیاز برای شکست آنها را نداریم. اظهار نظر این مقام اوکراینی درباره تلاش روسیه برای دریافت موشک‌های ایران در حالی مطرح شده که مقامات این کشور و حامیان غربی آنها بارها ادعاهای بی‌اساس زیادی در این باره مطرح کرده بودند. CNN در گزارش قبلی خود به نقل از مقامات یک کشور غربی مدعی شده بود از ماه نوامبر 2022 ایران در حال آماده شدن برای ارسال حدود 1000 سلاح دیگر از جمله موشک‌های بالستیک کوتاه برد زمین به زمین و پهپادهای بیشتر به روسیه برای استفاده در جنگ خود علیه اوکراین است. خبرگزاری رویترز هم در ماه اکتبر 2022 در گزارش ادعا کرده بود که ایران با ارسال پهپادها و موشک‌های فاتح و ذوالفقار به روسیه موافقت کرده است. این ادعاهای رسانه‌ای با اظهارات برخی مقام‌های اوکراینی همراه شد و مسئولان این دولت غرب‌گرها هم این ادعاها را تکرار کردند. ایران و روسیه بارها این ادعاها را بی‌اساس خوانده و رد کردند. یورینا سخنگوی نیروی هوایی اوکراین در نطق تلویزیونی شامگاه دوشنبه خود از کشورهای غربی خواست که پیشرفته‌ترین سامانه پدافند هوایی خود را به کیف بدهند. به گفته این مقام اوکراینی، برای شکست دادن تهدیدهای بالستیک موجود این کشور با آخرین نسل سامانه آمریکایی پاتریوت آمریکا و سام فرانسه نیاز دارد. CNN در پایان گزارش خود به وعده چند قبل آمریکا برای ارسال سامانه پدافند هوایی پاتریوت به اوکراین اشاره کرده. در گزارش این رسانه آمریکایی آمده است ایالات متحده جزئیاتی درباره سامانه پدافند هوایی پاتریوت که قصد دارد به اوکراین ارائه بدهد اعلام نکرده، اما قرار شد آموزش سامانه موشکی پاتریوت به نظامیان اوکراینی اوایل ماه جاری آغاز شود. توسل دوباره اوکراین به ادعاهای ضد ایرانی برای جلب موافقت کشورهای ایرانی جهت ارسال تسلیحات و سامانه‌های پیشرفته نظامی در شرایطی انجام شده که اظهار نظر خصمانه مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین علیه ایران تنش زیادی در روابط تهران و کیف ایجاد کرده است. میخائیل پودولیاک مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین در واکنش به حمله به تأسیسات دفاعی ایران در اصفهان در توییتر منتشر کرد و نوشت که این حمله به جنگ اوکراین مرتبط است. در پی انتشار موزه عجیب و مغرضانه از سوی مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین در رابطه با اقدام تروریستی علیه تأسیسات در اصفهان، کاردار سفارت اوکراین در تهران توسط رئیس اداره سیاسی در حوزه اوراسیا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد. مسئول ایرانی ضمن تسلیم یادداشت رسمی به کاردار سفارت اوکراین خواستار توضیح رسمی و فوری از سوی دولت اوکراین در این رابطه شد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از اعلام آماده باش این رژیم در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی از ترس پاسخ انتقام جویانه ایران به حمله ناکام اخیر در اصفهان خبر دادند. به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، شبکه صهیونیستی کان اعلام کرد که در پی حمله ناکام به یکی از کارگاه‌های وزارت دفاع ایران در اصفهان و از ترس پاسخ انتقامی ایران به این حمله در سرزمین‌های اشغالی اعلام آماده باش شده است. در این گزارش آمده است که گردشگران، بازرگانان و مسئولان ارشد صهیونیستی
صهیونیستی در خارج از سفارتخانه ها و همچنین کشتی های تحت مالکیت رژیم صهیونیستی در خطر هستند. در ادامه این گزارش تاکید شده که رژیم صهیونیستی از سناریوی حمله موشکی و یا پهپادی از خاک یمن و سوریه نیز هراس دارند. بر اساس این گزارش سه فروند ریس پرنده از نوع کوادکوپتر ساعت 23:30 دقیقه شنبه 8 بهمن به قصد حمله بر فراز یکی از مجتمعهای کارگاهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان اصفهان به پرواز درآمدند که نهایتاً با واکنش به موقع سامانه‌های پدافندی مستقر در مجموعه این حمله ناموفق و بدون تلفات جانی بود و تنها آسیب جزئی به سقف یکی از کارگاه‌ها وارد شد. پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال نوشته بود که مقام‌های آمریکا ضمن رد دخالت این کشور در حمله پهپادی ناموفق به کارگاه وزارت دفاع در اصفهان گفتند که رژیم صهیونیستی مسئول این عملیات بوده است. ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. وزارت دفاع اوکراین در بحبوحه نبرد با روسیه شمار قابل توجهی پهپاد جاسوسی را به شرکت آلمانی کوانتوم سیستم سفارش داده است. منابع رسانه‌ای روز دوشنبه گزارش دادند که وزارت دفاع اوکراین در بحبوحه نبرد با روسیه 105 فروند پهپاد تجسسی را به شرکت آلمانی کوانتوم سیستم سفارش دادند. به گزارش منابع خبری دولت آلمان قصد دارد در این سفارش اوکراین را تامین مالی کند. این دومین سفارش برای پهپادهای وکتور از سوی اوکراین است. اولین سفارش در اوت 2022 انجام شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به تازگی اظهار داشته که اتحادیه اروپا و ناتو 10 میلیارد دلار تسلیحات به اوکراین ارسال کردند. به گفت می‌دانیم که اروپا، ناتو و آمریکا 10 میلیارد دلار تسلیحات به اوکراین دادند، اما ارسال تسلیحات به اوکراین نمی‌تواند اساساً چیزی را تغییر دهد. به گزارش این منبع خبری، شرکت آلمانی قصد دارد مرکز آموزشی و خدمات رسانی برای کاربرهای این پهپاد در اوکراین افتتاح کند. فاکتور پهپاد بال ثابت با توانایی برخاست و فرود عمودی است. این پهپاد دارای دوربین معمولی و مادون قرمز است و داده ها را از طریق یک شبکه رمزگذاری شده ارسال می کند. راه اندازی این پهپاد قبل از پرواز فقط 2 دقیقه طول می کشد. این در حالی است که رئیس جمهور روسیه اخیراً در دیدار با ویچسلاو گلادکوف فرماندار بلگراد وضعیت یگان های دفاع هوایی روسیه را بسیار مثبت ارزیابی کرد. و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه دوشنبه درباره هر گونه اقدام اوکراین برای استفاده از تسلیحات ارسالی غرب جهت حمله به خاک فدراسیون روسیه هشدار داد. ماکرون طی نشست خبری مشترک با مارک روته نخست وزیر هلند در شهر لاهه گفت اوکراین نباید با سلاحهایی که کشورهای غربی به او دادند به قلمروی روسیه حمله کند. به نوشته وبگاه ریا نوویستی وی در این باره توضیح داد یکی از ضوابط تامین تسلیحات برای اوکراین این است که نباید منجر به افزایش درگیری شود. این یعنی اینکه سلاح‌های ارائه شده به کیف نباید برای حمله به خاک روسیه استفاده شوند. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد تسلیحاتی که به مقامات کیف تحویل داده شدند فقط باید برای حفاظت از این کشور در مقابل حملات روسیه استفاده گردند. طبق این گزارش ماکرون در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار داشت که فرانسه درخواست جدیدی از اوکراین برای ارسال تسلیحات بیشتر به این کشور دریافت نکردند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.